سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم در ساعت 9:30 دقیقه شب تهران، یک بعد از ظهر ابری و نسبتاً سرد واشنگتن با شما هستم در این شماره از برنامه تفسیر خبر. چون شماره های پیشین این بار نیز یک روز پس از سالگرد انقلاب اسلامی میپردازیم به مهمترین مسائل در عرصه داخلی ایران و نیز آنچه را که مربوط میشود به ایران در عرصه منطقه‌ای و بین الملل. در عرصه داخلی ایران، فراخوان زندانیان سیاسی برای همراهی با اعتصاب کارگری در سراسر کشور و همچنین همراهی با معلمان و کارگران زندانی و دیگر اقشار زندان، این فراخوان چه بازتابی در عرصه کارگری ایران داشته است و آنچه که صندوق بین المللی پول در ارتباط با آینده اقتصادی ایران منتشر کرده و نیز نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای طوفان شن در خوزستان و آنچه که حکومت فقیه در این زمینه انجام داده یا نداده است و خبرهای دیگر. در بخش نخست برنامه با من و شما هستند آقای منصور اوساندو، فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اوساندوی عزیز سلام به شما. سلام و درود به شما و هممیهنانم و دوستان عزیزمون زحمتکشان قسمت فرمان. با سپاس از شما منصورخان گرامی، به طور مختصر از شما جویا میشیم که دستاورد انقلاب اسلامی در ایران برای کارگران ایران چه بود؟ البته نمونه از اون رو ما میبینیم، زندانی بودن خود شما و بقیه کارگران، کشته شدن برادر شما و بسیاری دیگه در زندان‌های جمهوری اسلامی و تعویض یا مهاجرت ناخواسته خود شما به خارج از کشور. اما اگه بخوایم به طور مختصر گزارش بدید که واقعا چه دستاوردهایی برای کارگران داشته، چه خواهد گفت؟ اگر ما نتیجه گرا باشیم، همه چیزایی است که شما گفتی. دستاوردی که نداشت هیچ، دستاوردهای 100 ساله جنبش کارگری ایران که با خون دل، با زحمت بسیار و با همراهی و همکاری بسیاری از روشنفکران میهندوست، چه در بخش‌های دولتی که حضور پیدا کردن اون انسان‌ها، چه روشنفکرانی که در بدنه اجتماعی جزء معترضین بودن، در کنار هم، در کنار جنبش کارگری ایران و مبارزاتی که طی 100 و خورده سال گذشته شده بود، کارگران ایران دستاوردهایی به دست آوردن که در قانون کار قبل از 57 بازتاب داشت و در زندگی مرفهی که باز قبل از سال 57 من و شما دیدیم. و امروز متاسفم، واقعا متاسفم، به عنوان کسی که خودم هم نوجوان بودم و انقلاب رو دیدم و تو تظاهرات ها رفتم، خیلی کارا کردم که کشوری دموکراتیک تر، بهتر. ما طرفدار انقلاب اسلامی نبودیم، ما طرفدار این جامعه دموکراتیک بودیم. فکر میکردیم در اون نوجوانی خودمون و اون پیشکسوت های ما، بزرگترهای ما که به راه افتادن و فکر میکردن میشه پس از این 57 به یک سیستم بهتری دست یافت که علاوه بر این مدرنیزاسیونی که با این همه پیشرفت همراه بود، یک مدرنیته و مردم گرایی، آزادی احزاب، آزادی سندیکاها، آزادی های دموکراتیک، برابری حقوقی زنان و مردان، آزادی زندگی فردی، آزادی زندگی اجتماعی و از همه مهمتر کرامت و شرافت انسان‌ها وجود داشته باشه و دیگر یک چیزی مثل سازمان امنیت یا ساواک
وجود نداشته باشه که اینجور بالاخره اخبار و آماری که می آمد و اسامی که هست که مثلا اون دوران شکنجه، کشتار و اعدام و تو خونهای تیمی درگیر شدن از بین رفتن. و من فکر کنم که اگر اون آرزوها در یک سازماندهی واقعی و بدون دنبال روی از این متاسفم بگم آخوندهایی که خودشون اصلا کار نمی کنن تو زندگیشون، دستشون عین پنبه است، بعد تمام روشنفکرها، باسوادها، سیاسیون، اینایی که سالها زندان کشیده بودن، شکنجه شده بودن، روشنفکرهای دانشگاهی، زنان و مردان فرهیخته ایران به خاطر اینکه عوام و توده رو فریب دادن دنبال این آخوندها کشوندن، اونا هم دنبال روی اونا شدن. امثال من نوجوان یا جوان 18-19 ساله هم کشیده شدیم. بعد این بلایی که سر ما آمد هیچ وقت کسی نمیخواست. ما فکر میکردیم این جامعه حالا درست میشه که دیگه توش شکنجه نیست، زندان نیست، آدم ها به خاطر عقیدهشون گرفتار نمیشن، عدالت میشه. چه شعارهای اون موقع میدادن، حکومت عدل علی، جامعه بی طبقه توحیدی، اینم جواب دموکراسی خلقی فلان. ولی واقعیت های زندگی نشون داد که تو جامعه ای که قبل از سازماندهی، قبل از آگاهی، قبل از اینکه مردم خودشون واقعیت ها رو بشناسن و امتحان بکنن و خودشون رو پای خودشون وایسن، ما چه نیازی داریم که دائم برای ما یکی رو اختراع کنن بیارن. و به همین دلیل است که این دفعه من از همینجا میخوام وارد 25 بهمنی که در پیش داریم بشم. حتما این نکته است که اتفاقا مورد پرسش بود آقای حسانلو، که توضیحات بیشتری از شما میخوایم. این فراخوان چه هدفی داره و چه طبقات و اقشاری در جامعه رو مخاطب قرار داد؟ حتما. ببینید این 22 بهمنی که یه مش دولتی و ساندیسخور و حکومتی ها اومدند و کسایی که به هر حال سود و منافعی از این سیستم دارن میبرن تو این بازی ها دیگه میان، هیچ کسی که آدم عادی باشه، شرافت انسانی داشته باشه، وجدان داشته باشه، حتی موقعی منتخبین خودشون موسوی و کروبی و رهنورد الان تو زندانن، اینا مال خودشونن دیگه، اینها رو از زندان نیاوردن بیرون، آقای روحانی هم آوردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاد و وضع ما کارگرا هر روز بدتر از پیش شده. و در همین دوران آقای روحانی زمزمه است که افزایش حقوق انسان هم بکننش 9% با این گرونی وحشتناک نون خودشون 30% گرون کردن، مثلا اتوبوس ها و کرایه ماشینا رو 25% به قول خودشون گرون کردن، قیمت انرژی 30-40% بالا رفته، اون وقت حقوق کارگر و زحمتکش، تازه حقوق 7-8% که تحت پوشش بیمه باقی موندن، تحت پوشش قانون کار باقی موندن، اینم 9% بخواد زیادش کنن، به عنوان که ما نرخ هم تورم آوردیم پایین. به همین دلیل است که این اعتصابا شروع شده تو این 6 ماه ما با هم داریم برنامه میذاریم، خودتون دیدید هر هفته ما چندین اعتصاب کارگری داریم. و به همین دلیل این فراخوان از زندان توسط زندانیانی که ما با هم اونجا بارها گفتگو کردیم، جلسه گذاشتیم، جنبش همبستگی و کارزار تلاشی که امروز نامش اومده بیرون و هزاران نفر پیوسته خوشبختانه و در دفاع از حقوق بشر ایران، مردم ایران و اجرای بیکم و کاست اون تلاش میکنن، پیوسته است با همین کمپین های کوچکتری که الان ما داریم پیش میبریم. و این فراخوان دقیقا به دلیل واقعیت موجودی که در کف جامعه با اون رو در رو هستیم، از سوی زندانیان و فعالین کارگری و دانشجویی برنامه ریزی شد و داده شده است. من هم به عنوان یکی از کسانی که در جریان این رشد اعتصابات و اعتراضات کارگری، معلم‌ها و دانشجویان هستم، طبیعی بود که این فراخوان رو پاسخ مثبتی بهش بدم و از دوستان خودم، عزیزانی که این درک شایسته رو از جامعه در حال رشد ایران و رشد نیروهای مبارزاتی، کما اینکه در همین هفته‌های گذشته داشتم خدمتتون عرض می‌کردم با جناب چالنگی، ما این برنامه‌ای که داشتیم دیدیم که هر هفته چندین اعتصاب و اعتراض کارگران و معلمان رو داشتیم، که طبیعی بود که بعد از 22 بهمن حکومتی مردم ایران در 25 بهمن به یاد کشته‌ها و مبارزاتی که در جریان سال 1388 و جنبش سبز داشتن، که یه عده‌ای ما میگیم جنبش سبز فکر می‌کنن چیز حکومتی است، اصلا جنبش سبز و مبارزاتی است که مردم در کف خیابان کردن برای اینکه این نظام ولایت فقیه رو تغییرش بدن، اونم با کمترین هزینه و بدون خشونت. و جنبش سبز رو هیچ کس نمیتونه مصادره به مطلوب بکنه و این
صدای اعتراض و جنبش مردم ایران است در برابر نظام خودکامه ولایت فقیه. به هر حال 25 بهمن در تمام شهرستان‌ها و تهران از سوی خود جوانایی که در داخل ایران هستن برنامه ریزی شد، حتی محلهاش و آدرساش رو خودشون فرستادن و درخواست کردن که از 4 بعد از ظهر هم اینو گذاشتن که کسانی که صبح سر کار میرن یا اداره میرن یا مشغولیت دارن اونها دیگه بتونن آزاد بشن و بیان در تهران هم به شکل آرژانتینی این تظاهرات، یعنی جوانا میتونن در جاهای مختلف مثل چهارراه نظام آباد، سبلان، میدون فلاح، توپخونه، میدون انقلاب، میدون آزادی، سراح تهران پارس و مکانهای متفاوتی رو آدرس دادن که میتونن چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه اونجا بیان جمع شن. اگه میتونن مثل تظاهرات های جوانای آرژانتینی در مقابل دیکتاتوری نظامی آرژانتین صدرای زباله رو آتیش میزدن، صورتشون هم پوشونده بودن، الان هم که زمستون و سرد از این کلاهایی که دارن میکشن فقط چشما دیده میشه که دوربینای توی خیابون هم بچه ها رو شناسایی نکنن. و این موج اعتراضی و تظاهراتی و در حمایت از اعتصابهایی که اون اعتصاب هم شروع شده قبل از 25 همین دیروز خبر داریم از شرکت سیال سازه در خوزستان، لوله سازی اهواز با 1200 کارگر در اعتصاب رفتن، فیلم های این اعتصاب از داخل کارخانه فرستادن که امیدوارم بتونم برای شبکه شما هم جناب چلنگی بفرستم پخش بکنید، مستقیم از کارخانه اومده. دانشجویان که 19 بهمن و 18 بهمن در کوی دانشگاه شروع به اعتراض و تحصن کردن و اعلام کردن اگر تمام خواستهاشون رو پاسخ ندن رسما اینو اعلام کردن دانشجو. در 25 بهمن در اعتراضات و در حمایت از فراخوان شرکت عمومی خواهند داشت. خب آقای حسان، دانشجویان رو عنوان کردید، بقیه اقشار مردم، بقیه حرفه‌های دیگه، مثلا از هنرمندان، از روزنامه‌نگاران، از اونها شما به عنوان یکی از نمایندگان سرشناس کارگران ایران چه انتظاری دارید و چه خواستی دارید یا کسانی که فراخوان دادن چه انتظاری؟ اولا که پرستارها هم همین دیروز یک نامه مفصل، که این دیروزی که ما میگیم خب ما یه مقدار اختلاف ساعت داریم با تهران، مثلا میشه شاید پریروز ایران که اعتصاب گسترده ای رو اعلام کردن. پرستارهای اصفهان نامه بسیار شدید و لحنی رو نوشتن به شخص روحانی و گفتن قولهایی که داده بودی، ماها که به تهران ماه پیش آمدیم و تظاهرات کردیم، در همین برنامه هم اگه خدمتتون باشه ما اشاره کردیم، اشاره کردیم و حضور پرستارها پیگیری کردن و اونها درست نزدیک به 25 بهمن این نامه رو دادن و اعلام کردن که چون تا امروز رسیدگی نشده ما در اعتراضات آینده خودمون حق طلبیمون رو خواهیم کرد. همچنین معلم های ایران، شورای مرکزی کانون های صنفی معلمان نامه نوشتن خطاب به آقای روحانی و درخواست ملاقات حضوری کردن که با نمایندگان کانون صنفی معلمان باید بشینی رو در رو گفتگو کنی بر پایه اون قول و قرارهایی که قبل از انتخابات گذاشتی. و تا امروز هم ما نامه دادیم به وزیر آموزش پرورش، نامه دادیم به رئیس مجلس، نامه به دفتر دبیرخونه فرستادیم، نامه دادیم به خود کمیسیون فرهنگی مجلس، هیچ کس پاسخگوی ما نشده. و اگر هم آقای روحانی نمایندگان شورای مرکزی کانون‌های صنفی معلمان رو نپذیره، من با قدرت از اینجا میگم چون میدونم که این هست، اونها هم در این اعتصابات و به خصوص در ادامش از اول اسفند ماه به بعد به نوعی تکلیف خودشون رو با این حکومت روشن خواهند کرد. هنرمندان که فرمودید، بخش زیادی از هنرمندان ایران که ناراضی هستن، حقوق انسانیشون رعایت نمیشه، به اونها توهین میشه، مخصوصا زنان هنرمند جامعه ما که زیر فشار نظام ولایت فقیه اون کار سخت هنری هم میخوان انجام بدن، ما میدونیم همراهن. و کسای برجسته مثل خانم تهمینه میلانی، مثل خانم فاطمه معتمد آریا که صاحب نام هستن، خانم حکمت که در شرایط فقر و فلاکت این کارگردان بزرگ زنان ایران به سر میبره اما دست نیازش رو جلوی حکومتی ها دراز نکرده، و همه اینها در جنبش مردمی به عنوان نمایندگان ستم دیدگان هنرمندان در مقابل ستمکاران حکومتی همراه این جنبش هستن. منیژه، خانم منیژه حکمت، سازنده فیلم زندان زنان، بله، مادر خانم پگاه آهنگرانی، بله. شما بتونید به فیسبوک ایشون هم مراجعه کنید، همچون خانم تهمینه میلانی، خانم فاطمه معتمد آریا و دیگر زنان فرهیخته هنرمند ما و
مردان هنرمند ما مثل پرویز مجذوعی که زیر بار حکومتی ها هم نمی روند و اعتراضات خودشون رو شدیداً اعلام میکنن، قلبا و فکرا همراه این جنبش ستم دیدگان ایران در برابر ستمکاران هستند. خب البته بسیار شایسته است اعتراض علیه ظلم در هر کجای جهان که هست، از جمله گروهی از هنرمندانی که معترض بودند به ظلمی که در مورد فلسطینی ها به تشخیص اونها رفته بود، اعتراض کردند، آمدند در خیابان در برابر سازمان ملل از جمله آقای انتظامی و بقیه، عزت الله انتظامی هنرمند ارزشمند ایرانی. اما در خانه نیست چنین میگذره ظلمی که به کارگران و معلمان میره، از این دسته از هنرمندان نیست شما توقعی ندارید که شرکت کنن، چنانچه در اعتراض به ظلمشون همچنان پایدار هستن. خود این هنرمندا زیر بدترین ظلمن، خود آقای انتظامی دلش خونه، مطالبش شما ببینید همیشه سرشار از انتقاد شدناکه، ولی اون سانسور حکومتی و اینکه به نوعی به هر حال میخوان توی اون جامعه ادامه بدن و راهی هم غیر از حکومت ندارن، چون در ایران که ما بخش خصوصی هنری و سینمایی آزاد که نداریم، 100 تا کانال تلویزیون خصوصی که نداریم، شرکت های خصوصی به اصطلاح فیلم برداری که همش دست حکومتی ها و شبه حکومتی ها سران حکومته. اینه که شما مطمئن باشید اگر این موج حرکت بکنه، تمام این کشتی هایی که لنگر گرفتن کنار بندرگاه بادبان هاشون رو برخواهند افراشت. باور کنید این صدای مردم ایران، نه صدای من. بادها خبر از تغییر فصل میدهند. میبینیم که نسیم شروع شده. خب اسم سینمای آزاد رو آوردید آقای اوساندو. قبل از انقلاب سینمای آزاد، نه اینکه سینمای غیر آزاد بود، سینما عنوانش سینمای آزاد بود به عنوان کسانی که به طور مستقل و ایندیپندنت به قول معروف عمل میگن. فیلم های 8 میلیمتری تازه آمده بود. دو برادر گرانقدر، بصیر و نصیب نصیبی، بنیانگذار این سینما بودند با فیلم های 8 میلیمتری. و بصیر عمرش دراز بود، در آلمان هست، نصیب درگذشت. و چه کارهای ارزنده ای کردن از فیلمسازانی که درون تلاش های به قول شما کارگری بصیر نصیبی انجام شد در سراسر کشور. کسانی امروز ما داریم فیلمسازانی از جمله کیانوش عیاری از اونجا میاد، غلامرضا اگر اشتباه نکنم رضایی هست فیلمساز بود و بسیار دیگه. بله بسیار سپاسگزار هستیم آقای اوسانلوی گرامی، با سپاس از شما و با آرزوی آینده بهتر روشنتر برای کارگران معلمان و همه مردم، با دعوت همه مردم برای 25 بهمن ماه و سپاس از این تلویزیون های مستقل و رسانه هایی که مثل شما حقایق مردم ایران رو به گوش مردم ایران میرسونید. فرصت من کم است، امیدوارم طوری تنظیم بشه بتونیم برنامه مفصل تر در خدمت شما و مردم میهنم باشم. بدرود. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظات دیگر. در عرصه اقتصادی ایران چه میگذرد؟ از جمله نگاهی خواهیم داشت به گزارش صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند در این بخش از تفسیر خبر آقای حسن منصور، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی. با سلام و درود به شما آقای منصور گرامی. سلام جناب آقای چالنگی و سلام خدمت همه بینندگان عزیزتون در هر کجای دنیا که هستند. آقای منصور گرامی، ببینید سالگرد انقلاب اسلامی روز گذشته 22 بهمن ماه بود و پیامدهای انقلاب اسلامی همچنان مورد بحث در محافل سیاسی مربوط به ایران. بر سفره مردم چه اضافه شد و چه کم شد در اثر انقلاب اسلامی به طور خلاصه اگر شما بخواید بفرمایید؟ در این زمینه جناب چالنگی، حتی جمهوری اسلامی خود مدعی چیز بزرگی نیست. یعنی بارها مسئولان درجه اول کشور گفتند که
اقتصاد نقطه قدرت انقلاب اسلامی نبود. البته نیاز به گفتن اون نیست، برای اینکه در اقتصاد معمولا فاکت ها و ارقام و اعداد سخن میگند، حتی اگر ایشون که هر از گاهی در این زمینه هم گزافه هایی میگند، عرض کنم فاکت روشنه. یعنی اقتصاد ایران در طی این 36 سال گذشته از قافله، عرض کنم، کشورهایی که با اونها قرین و نزدیک بود بسیار عقب افتاده و در حد یک چهارم یک پنجم آنچه که میتوانست باشد هست الان، و تولید ملیش تقریبا هیچ رشدی رو نشون نمیده، به ویژه تولید ملی سرانش به اندازه دو سوم زمان پیش از انقلاب کاهش پیدا کرده است. یعنی توان هر ایرانی برای برخورداری از نعمات اقتصادی اگر اون زمان سه بود، امروز به طور متوسط دوست، و این البته میدونی که متوسط عرض کنم ملی قضیه است. اگر این رو در پرتو اون افزایش شکاف طبقاتی در ایران ببینین، در این صورت قضیه غم‌انگیزتر است. یعنی اقلیت مسلط و خودی که تعدادشون بسیار اندک است، در واقع اینا بخش بزرگی از کیک اقتصادی، سفره اقتصادی رو به خود اختصاص دادن و اکثریت مردم در اون حد اقل معیشت و چه بسا زیر خط فقر زندگی میکنن. به این ترتیب من وارد اعداد ارقام نمیشم در اینجا، ولی همینقدر عرض بکنم که تولید ملی امسال ما با دلار همون روزی تقریبا معادل است با همون تولید ملی 1979 که سال انقلاب هست. عرض کنم با توجه به اینکه امروز در حدود 300 میلیارد دلار هست و اون روز عرض کنم همین 300 میلیارد دلار رو با دلار اون روزی که بسنجیم، که هر دلار اون روز 3.5 دلار امروزه، تقریبا همون اندازه است با توجه به اینکه جمعیت تقریبا دو برابر شده است. فقط میشه آقای منصور گرامی توضیح بدین تولید ملی برای برخی از بینندگان ما که در جریان تعریف های اقتصاد نیستن شامل چی هست؟ به چی میگن تولید؟ تولید ملی عبارت است از قیمت بازاری مجموعه کالاها و خدماتی که طی یک سال خرید و فروش میشه، مبادله میشه، و این یکی از شاخصهایی است که میزان، عرض کنم، ثروت و برخورداری مردم رو از نعمات اقتصادی، از معیشت، خورد و خوراک، پوشاک، گردشگری، طب و، عرض کنم، آموزش نشون میده. در نتیجه در اقتصاد شاخصهای دیگری هم وجود داره و این یکی از جا افتاده ترین اونهاست که نشون میده که این ملت چه اندازه، عرض کنم، تولید اقتصادی داشته. یعنی بگیم تولید ملی، عرض کنم، و بعد این رو وقتی به سرانه تقسیم میکنیم که کل تولید ملی مثلا 300 میلیارد دلار تقسیم بر 76-77 میلیون نفر جمعیت ایران، در این صورت به تولید ملی سرانه میرسیم. امروز ایران، عرض کنم، از اون قافله‌ای که عرض کردم با اونا قرین و همراه بود، از اونا به شدت عقب افتاده تر است. یعنی ایران در سال انقلاب جلوتر از کره جنوبی بود، الان به شدت عقب افتاده تر از کره جنوبی است. ایران غنی‌تر، ثروتمندتر از ترکیه بود، امروز تقریبا در حدود 60% تولید ملی ترکیه رو داره، ولی به شدت عقب افتاده و امکانات رشدش به تحلیل رفته. آقای منصور گرامی، اون چی رو که طبقه متوسط نامیده میشد در ایران پیش از انقلاب، بسیاری این گزارش رو دادن که پیش از انقلاب در ایران طبقه متوسط ایران از نظر اقتصادی تعریف پذیر بود و هم طبقه پرجمعیتی بود و هم طبقه روبروش از نظر درآمد و رفاه. همین گزارشگران و ناظران اقتصادی هم بر این با اعتقاد هستند که پس از انقلاب این طبقه متوسط به مرور از نظر اقتصادی پس و پستر رفت تا به امروز که طبقه بسیار ضعیفی است.
یعنی چه از نظر تعداد یا چه از نظر درآمد، یعنی طبقه اقتصادی متوسط ما در ایران نداریم یا بسیار کم، دو قطبی شده، ثروتمند بسیار زیاد و طبقه فقیر و کمی فقیر در. اون تعاریف تا چند اندازه درسته بازتاب واقعیت؟ عرض کردم جناب چالنگی، طبقه متوسط یک تعریف جامعه شناسی است و معمولا در بر میگیرد کارمندان دولت رو، منهای اون بالاترین اقشار، متوسط بدنه کارمندی دولت رو، معلمین و عرض کنم بازاریان کسبه متوسط رو، نه عرض کنم بزرگان بازار، این مجموعه رو طبقه متوسط در بر میگیره. این به لحاظ اقتصادی در واقع میان پایین ترین طبقه که عرض کنم زحمتکشان و فقرای جامعه هستند و بعد طبقه بالاتر که معمولا در بالای هرم قدرت و ثروت قرار دارند. هرچی حجم این طبقه بزرگتر باشه، اون اندازه رفاه جامعه بیشتره، برای اینکه وضع ثبات جامعه، امنیت جامعه بیشتره، برای اینکه مانع گسلش جامعه، مانع شکاف بزرگ بین ثروتمندان و فقیرترین هاست. از سوی دیگر طبقه متوسط عرض کنم در واقع حامل زندگی دموکراتیک در جامعه، یعنی در هر جامعه‌ای که دموکراسی نیرومند باشه یه طبقه متوسط نیرومند وجود داره. عرض کنم بیشتر ابتکارات، حتی بیشتر کارآفرینی ها از سوی طبقه متوسط انجام میگیره، ولی همونطور که میدونیم با انقلاب اسلامی این طبقه زیر ضرب قرار گرفت و اتفاقا علارغم اون که نقش بسیار بزرگی در پیروزی انقلاب داشت، بعد از پیروزی انقلاب طبقه متوسط زیر ضرب قرار گرفت، کارمندان مورد عرض کنم تصفیه و از کار بیرون کردن و افت میزان حقوقها، و شما توجه بفرمایید که در این شرایط که در ایران در این مدت 36 سال قیمتهای داخلی بیش از 1000 برابر شدند، حقوق و درآمد این طبقه بیش از 300-400 برابر نشده، یعنی اینکه هر کدوم از اینا به اندازه نصف و کمتر از نصف قدرت زندگی و قدرت خرید دارن. به این ترتیب این درست است. و این نکته را اضافه کنم که تضعیف طبقه متوسط به دلایلی عمدی انجام گرفته است، و اون اینکه طبقه متوسط معمولا به لحاظ فرهنگی با روحانیت، با آخوندها زیاد عرض کنم دمخور نیست، و اینا به اختلاف فرهنگی، روحانیت حاکم، اختلاف فرهنگی خود رو در واقع دلیل تضعیف و تصفیه این طبقه بسیار بزرگ قرار دادند. روند مذاکرات اتمی همچنان ادامه داره، اما و طبعا روند تحریم هم همچنان برقرار. کنگره آمریکا نظرش این هستش که تحریم‌های بیشتری رو وضع کنن، چون چه مذاکرات به نتیجه این نرسه. اما در تهران باز گفته میشه که اقتصاد ایران، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی گفته، آقای غلامرضا تاجگردون گفته که اقتصاد ایران کاملا توانایی مقاومت در برابر تحریم‌ها رو داره. واقعیت و نتایج تحریم ها الان آیا آشکار نیست بر سفره مردم ایران؟ ملاحظه بفرمایید، موضع جمهوری اسلامی از اول موضع نفی و انکار و گزافه گویی بوده. شما به صورت از کنم به حد برنامه های ثبت شده و پخش شده از سوی عرض کنم بسیار کسان از جمله خود بنده ملاحظه بفرمایید، در همین از همین 5-6 سال پیش پیشبینی ما که بر مبنای ارزیابی تحریم ها و آثار اونها بوده نشون میداد که اینا میتونن مؤثر باشن، ولی در همون زمان مسئولان و دولت ایران به طور کلی این موضوع رو نفی میکردند و دم از این میزدند که ما در برابر این نوکارها واکسینه شده ایم و اینا تأثیری بر ما نداره.
عرض کنم تحریم سبب می شود که استعدادهای ما بروز بکنه و شکوفا بشه و از این حرفای عرض کنم بی اثر. و چون نظام یک نظام استبدادی است، همه در واقع منتظرن ببینن که اونی که در بالاست چه میگه تا اون حرفای بی ربط رو به زبانهای دیگر تکرار بکنن. یعنی وقتی رهبر چنین بیانی رو اعلام میکردند، رئیس مجلس دنبالش، رئیس نیروی قضاییه دنبالش، دیگر مقامات هر کدام به نوبه خود این قزعبالات رو تکرار میکردن، در حالی که ما واقعا نگران این بودیم که اینها شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد ایران رو ببرند و در نتیجه ایران رو در بلند مدت زمینگیر بکنند. یعنی یک آثار کوتاه مدت تحریم هست و اون این که ایران جریان‌های مالیش مختل شده، نظام بانکیش مختل شده، دستش از نظام پولی و ارزی جهانی بریده شده، از بازارهای نفت و انرژی. ولی آثار بلند مدت و جدیترش این است که ایران از تکنولوژی و علوم جهانی بریده شده و در نتیجه آن چیزی که در ایران به تحلیل رفته در ادامه همون طبقه متوسط، بخش تحصیل کردگان عالی، اینا دسترسشون به علوم از کنم حساس دسترس جهانی کوتاه شده و در واقع به صورت عمدی اینها رو دنباله تحریم هاست راه نمیدن به خیلی از این رشته ها. در نتیجه ناوگان هوایی ایران فرسوده میشه، ناوگان دریاییش فرسوده میشه، سرمایه گذاری انجام نمیگیره، صنایع نفتی که اقتصاد ایران از اون تغذیه میکنه نیازمند 500-600 میلیارد دلار سرمایه گذاری است و هیچ بنی بشری در جهان آماده سرمایه گذاری در اونجا نیست تا تحریم ها رفع شده باشه. به این ترتیب تحریم ها کمر اقتصاد ایران رو شکوندن. آخرین میتولوژی، آخرین اسطوره‌ای که در این زمینه علم کردند از کنم مقوله اقتصاد مقاومتی است که در واقع من همون وقتی روز اولی که این منتشر شد با تأملی در اون به این نتیجه رسیدم که این در واقع 24 ماده است که هر آدمی که هر بچه‌ای که یک ترم اقتصاد خونده باشه اینا رو بلده. یعنی چیزی نیست در اونجا که اعجازی بکنه. در نتیجه همه اقتصادهای جهان بنا به اون تعریفی در اونجا هست اقتصاد مقاومتی هستن و امروز که از این عرض کنم چیز بزرگ بلند و بالایی درست کردن و همه دنبال رهبر دوباره تکرار میکنن اگر اقتصاد مقاومتی رو پیاده بکنیم از شر تحریم ها میتونیم راحت بشیم، این حرفای کاملا بی‌معنایی است. در اونجا هیچ معجزه شفابخشی وجود نداره. شما اشاره کردید که در ارتباط با علوم و اینکه ایران محروم شده به معنی بلد. پس این علمایی که هستن در عنوان علما و عالم رو یدک میکشن، اینها آیا دخلی ندارن به علومی که به درد مردم ایران بخوره؟ بله، اینا از کارم واژگانی است که به صورت سنتی آقایون به خودشون اطلاق میکنن و عرض کنم علوم فقط مختصر عرض کنم چون نیازمند بحث مفصلیه. ملاحظه بفرمایید یک معارف وجود داره و یک علوم به معنی علم و سیانس یعنی ساینس وجود داره. ساینس متولد حدود 350 سال قبل از این در سطح جهانی. قبل از اون ما انواع معارف رو داریم. ما معارف عرض کنم اخلاقی داریم، معارف دینی داریم، معارف تاریخی داریم، معارف جغرافیایی داریم و برخی دانش‌های وابسته به اون حتی مثلا در حوزه علمی حساب و هندسه و نجوم هم میخونن. ملاحظه بفرمایید یا به جای اقتصاد مثلا مکاسب رو میخونن. اینا هر کدوم معارف ما قبل علم هستند و اون آقایونی که خودشون علمای اعلام مینامند همشون در اون زمینه ها اطلاعاتی دارند که چه بسا اطلاعات اندک مفید، بعضی وقت مثلا اندک حساب میدونن مفیده، بخش دیگرش کاملا غیر مفید و غیر مضر عرض کنم چون تا جایی که به کار نرسه دانشی که آقایون مثلا در زمینه نجوم دارن ضرری نمیزنه، ولی دانش دیگری هم که آقایون دارن به شدت دانش زیانمنده. مثلا شما وقتی در مورد حقوق انسان رو به طبقاتی تقسیم میکنید، در اونجا مؤمن رو با غیر مؤمن، مسلمان رو با غیر مسلمان، زن رو با مرد،
در تعارض قرار میدید و برده رو با آزاد در همین تعریف نشان میدهد که انسان میتواند برده باشد، انسان میتواند آزاد باشد، حقوقش فرق میکنه، مجازاتش فرق میکنه، تمام اینا معارف زیانمند و خطرناکن. در نتیجه این آقایون عرض کنم پرچمدار، علمدار اون معارف کهن هستن و به همون اعتبار خودشون علما و علمای اعلام میدونن و اطلاعات آنان در بهترین صورت که در زمانی مثلا مکتب اسلام رو در دوره آیت الله شریف مداری علم کردن در و نشریه یا منتشر میکردن، در اونجا آخوندهایی رو پدید آوردن که این آخوندها به اندازه سیکل اول دبیرستان هم سواد داشتن، در اینجا میتونستن از زمین و آسمان و بیولوژی اینا حرف بزنن بالای منبرها برای تحت تاثیر قرار دادن عوام. اینا حد اکثر سوادشون به حد دبیرستان میرسید و بالاتر از این تقریبا میشود گفت که به طور کلی بیخبر و جاهل نسبت به دنیای علوم در معنای ساینس. خب مکتب اسلام اشاره کردن به سردبیری آقای مکارم شیرازی منتشر میشد و بسیار دیگه در اون می نوشتن. پرسش من از آقای منصور به اعتبار این هست که در کنار اقتصاد کارشناس امور اقتصادی، آقای منصور دارای پژوهش‌های بسیار گسترده، تحقیقات بسیار گسترده در عرصه فرهنگ و تاریخ ایران و همچنین در تاریخ اسلام هستند. آقای منصور وقت ما متاسفانه کم و این پرسش گفتید که مکاسب علم حساب در حوزه علمیه قم کمی مفید است، اما ظاهرا این فایده نصیب خود باز روحانیت شیعه حاکم بر ایران میشه. درآمدهایی که دارن، فسادی که الان علنی شده در خود جمهوری اسلامی، چرا به سرانجام نمیرسه هیچ کدوم از این پرونده های فساد در حکومت ایران؟ ببینید، فساد در تمامی کشورها، در تمامی نظامها وجود داره، منتها این اولا بسیار بسیار به نسبت جزئی تر است، وانگهی این خلاف و جرم شمرده میشه و در اون کشورها، کشورهای پیشرفته و مدرن امروزی، یک دستگاه قضایی وجود داره که با پاکیزگی در این زمینه ها به داوری میشینه و حق رو معمولا به حقدار میرسونه. ولی در نظام های نظیر نظام ایران که نظام های تامگرا هستند، در اینجاها فساد جزو شیوه عمل نظامه، یعنی فساد یه پدیده استثنایی نیست. چون ببینید این نظام ها معمولا دنبال یک تمرکز قدرت هست. به دنبال تمرکز قدرت، اینا تمرکز ثروت رو هم با خود دارند، تمرکز محبوبیت رو هم با هم دارند. در نتیجه ابزاری که اینها رو متمرکز و منحصر بکنه در اختیار خود میگیرن. ایران یکی از نمونه هاست. شما در اتحاد شوروی سوسیالیستی این رو ببینید، شما در چین امروز اون رو ببینید بعد از این همه رفورم، شما در عربستان سعودی ببینید، تمامی ابزاری که به قدرت و ثروت و محبوبیت مربوطه در انحصار اون بخش از خانم حاکمیت قرار میگیره، به طور که تمام روزنامه ها، تلویزیون ها، رادیو ها، خبررسانی ها، و از این دستگاه استفاده میکند برای ایزوله کردن، منزوی کردن رقبای خودشون و بالا کشتن خودشون. به این مسئله اضافه بکنید امر دیگر رو، و اون اینکه تمامی این نظام ها جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنند. در نتیجه خودی ها از مزایایی برخوردن، غیر خودی ها از اون مزایا محرومند. هرچه به عمر این نظام اضافه می شود، غیر خودی ها افسوده می شن، خودی ها کاسته می شن، و چه بسا آنچه که دیروز خودی بود امروز غیر خودی تلقی می شود. شما توجه بفرمایید به سرنوشت حتی رؤسای جمهور این نظام گذشته که تا آخرین رئیس جمهورشون امروز جزو عرض کنم مطرودین نظام تلقی می شن. اون وقت دولت و نقش قدرت در اینجا عبارت است از توزیع رانت اقتصادی بین خودی ها و زدن این از زندگی غیر خودی ها. در نتیجه فساد در اینجا در واقع راه تعبیه شده است برای اینکه وفاداری خودی ها رو حفظ بکنه. حالا برسیم به اینکه خب کی مفسده نامیده میشه این
نوکارها که مفسده نام میگیره. مفسده زمانی مطرح میشود که تصفیه حساب بین این باندهای مختلف خودی ها انجام میگیره، یعنی وقتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام میکند که چندین صد میلیارد دلار از کنم فلانجا اختلاس شده، 94 هزار میلیارد عظمت تومن در فلانجا اختلاس شده، این در واقع اونجاییست که یکی روی دوم دیگری پا گذاشته و با او درست تقسیم نکرد. به این ترتیب است که اینا به تصفیه حساب مطرح میشه و نه به عنوان از خانم مکانیزمی برای رفع فساد. سپاسگزار هستیم آقای حسن منصور گرامی، با سپاس از شما در انگلستان. خیلی متشکرم آقای سایی. پی میگیریم تفسیر خبر رو. به خوزستان خواهیم رفت، نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که در خوزستان میگذرد، طوفان شن، پیامدهای آن و حکومت ایران در این زمینه چه کرده است. خانم معصومه ابتکار میگوید گزارشی از طریق فیسبوک و پیام‌های فیسبوکی در این زمینه تهیه کرده و در هیئت دولت مطرح کرده است. پرسش نماینده مجلس شورای اسلامی این است، نماینده اهواز و مسجد سلیمان، که چرا خانم ابتکار به خوزستان سفر نمی کند. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و آقای فرده صابری با من و شما خواهند بود برای دقایق. با سلام به شما آقای فرد صابری گرامی. بینندگان ما فرد عزیز نیاز به معرفی بیشتری ندارن، در برنامه های تفسیر خبر با من و شما بودن. تحلیلگر سیاسی استخون سوئد. سلام. سلام گرامی چلنگی، خدمت شما، خدمت همکاران شما، به تمام بینندگان و شنوندگان شما در هر جای دنیا که ما رو میبینن. آقای صابری، دیروز 22 بهمن ما بوده سالگرد انقلاب اسلامی در ایران. به طور مختصر بعد از بیش از 3 دهه شما این انقلاب رو به آورنده چه پیامدهایی، چه دستاوردهایی داشته این انقلاب برای مردم ایران؟ جناب چلنگی، قبل از هر چیزی من بهمن شوم 57 و به تمام عزیزان داغدار، به کسایی رو که از دست دادن، بر همگان تسلیت میگم و امیدوارم که کشور ما روزی باشه که کشور ما روز خوشی رو ببینه. خدمت جناب علی عرض بکنم، من شعارگونه مثل آقای روحانی سعی نمی کنم صحبت کنم، بلکه بر واقعیات صحبت می کنم. همون صحبتی که رهبر من در 20 سال پیش گفتن، اینها مأموریت دارن که ایران را ویران کنن. خودشون که تشریف ندارن، خودشون که از دست رفتن و کشتنشون، ولی زندیات بختیار گفتن و اینها مأموریت داشتن که ایران را ویران کنن و ویران کردن. یعنی در واقع بیش از 35 سال پیش که اینها این کارو کردن، هیچ دستاوردی که نداشته، هیچی که شما میبینین که امروز حتی در روزهای گذشته من دیدم دختران و جوانان ما در ایران پالاگارتهای دستشون گرفتن و در اون به نوشته های بزرگی شما میدید نوشته شده که ما دیگر آزادی، استقلال، امنیت، عدالت و رفاه نمیخواهیم، فقط میخواهیم نفس بکشیم. به پالاگارد ها دست اینها به خاطری محیط زیست، به خاطری که نفس نمیتونن بکشن، به این پالاگارد ها دستشون. به واقع اسم این انقلاب رو چی باید گذاشت؟ به چه کسایی واقعا این انقلاب کردن، چه اسمی باید روشون گذاشت؟ نمیدونم، ولی یک چیزی رو در اینترنت دیدم و جلب توجه کرد به من. میشود به این ها گفت نسل تبهکار یا نسل طلبکار. من این دو واژه رو میتونم در مورد کسایی که انقلاب کردن اما در مورد سوال جنابادی، در مورد در عرض این 37 سال، شما میدونین که آقای روحانی تشریف آوردن و
و بیشتر متمرکز کردن سر مسئله اتمی و گفتن که اگر من بیایم مسئله اتمی را حل میکنم و مسائل دیگه به خودی خود حل خواهد شد. شما میدونید که آقای روحانی نه اینکه مسئله اتمی رو نتونست حل بکنه، بلکه روزهایی که داره میگذره، هر روز که داره میگذره و به مشکل اضافه تر داره میشه و کشور ایران نه مشکل اتمی رو حل خواهد کرد. به خاطر اینکه شما بخوای مشکل اتمی رو حل بکنی، شما به یک گروه و یک دولت درست به یک واقعا کسایی که در داخل مجلس هستن و کسایی که تصمیم گیرنده هستن باید با اونا کنار بیایید، نه اینکه فقط شعارگونه و پروپاگاند به قول ماها بخواییم حرف شما رو بزنی و بری جلوی اینا. آقای روحانی از زمانی که تشریف آوردن، یا اگر در همین 30 سال نگاه بکنید، شما اینا دستاوردی که نداشتن، هر سالی که جناب چلنگی میگذره مشکل یکی به مشکل دیگه اضافه خواهد شد. آقای روحانی به مشکلات عدیده روبرو هستن، مسئله اتمی، مسئله اقتصادی، مسئله مدنی، مسئله سیاسی، که همه اینها با هم دیگه ربط داره. بله، اینا فقط داره مسائلی است که فقط دولت آقای روحانی باش روبرو هست یا مجموعه نظام با یه همچین مسائل روبرو هست، به اضافه این که خیلی ها اظهار امیدواری کردن که مذاکرات اتمی به نتیجه خواهد رسید و در پی اون به مرور تحریم ها لغو خواهد شد. جناب چلنگی، نه، کل نظام در خانه است، پایه به ایران است. جناب چلنگی، شما نمیتونی یه خونه این که پایش خرابه به داره میریزه هر روز کاغذ دیوارش عوض کنی، به رنگ بزنی، به رنگ زدن و کاغذ دیواری، اونم تازه چه رنگی؟ رنگ های پوسیده، به رنگ هایی که مونده شده، به رنگ هایی که امروز میزنی فردا رنگش عوض میشه، یا کاغذ دیواری هایی که به درد نمیخورن. آقای روحانی صحبت هایی رو که میکنن سر مسئله اتمی، یا کسایی که در نظام این صحبتی میکنن، شعارگونه است به پروپاگاند هر دو طرف. الان هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی هر دو نفر میگوین ما انعطاف خرج دادیم و تصمیم با شماست. هیچ کدومشون کنار نیومدن. به تحلیلگران هم شما میخونی، آنالیزی هم که میکنن، میبینن که هر دو نفر، همه تحلیلگرا تقریبا با همدیگه یک صدا میگوین که این به توافق نخواهد رسید مسئله اتمی ایران، و این گره خورده به خاطر اینکه به خاطر مسئله دموکراسی و حقوق بشر در ایران، تا شما مردم خودت با خودت نداشته باشی مسئله اتمی حل شدنی نخواهد. آقای صابری، ببینید در خوزستان طوفان شن و گرد و غباری که هست نفس کشیدن رو برای مردم مشکل کرده. من دیدم روی پلاکاردهایی که داشتن دختران و پسران ایرانی در اهواز نوشته بود هوای سالم حق مسلم ماست، هوای پاک حق مسلم ماست، تنفس حق مسلم ماست. خب ببینید، یعنی کار به اینجا رسیده. خود خانم معصومه ابتکار، یکی از کسانی که با اقدام تروریستی خودش همراهی در اشغال سفارت آمریکا، خب چه لطماتی به مردم زدن، سرمایه های سپرده های بانکی ایران و اعتبار ایران در عرصه بین المللی در اشغال سفارت آمریکا و میمنت و مبارکی، همین اقدام تروریستی مثل بسیار دیگهشون، مثل اشغال کنندگان سفارت آمریکا، مثل آقای اصغرزاده و بقیه، آقای عبدی و بقیه و آقای زرقامی به سمت های رسیدن. ایشون به عنوان وزیر محیط زیست کشور گفته گزارشش رو از طریق فیسبوک و پیام‌های فیسبوکی تهیه کرده و در هیئت دولت هم مطرح کرده یا جایی که مربوط بوده. بسیار هم خوبه از این وسیله هم استفاده کردن. نشستن در تهران و رفتن ایشون هم به اونجا مسئله رو که حل نمی‌کنه، ولی اقدام و برنامه روشنی هم نیست. فقط وزیر بهداشت اومده، ایشون گزارش دقیق‌تری رو نسبتاً دادن که چه آلودگی ها ناشی از چه چیزهایی هست، کارخونجات هست، آلاینده های خارجی و داخلی هست و بسیاری کارهای دیگه. و نماینده مسجد سلیمان هم گفتن دیگه که به اصطلاح شرکت نفت پتروشیمی و شرکت های نفتی و فولادسازی و بقیه هم مؤثر هستن در این حال. مسموم هم هست، فقط شن نیست آقای فرده عزیز، و همینطور بقیه نماینده اهواز. ببینید چرا یک دولت
در ابتدایی ترین نیاز مردم، طبیعی ترین نیاز هر موجود زنده، هوای سالم برای ملت عاجزه. چرا؟ جناب چالنگی، وقتی شما نگاه بکنید یه مقدار به گذشته این نظام، وقتی شما تمام مدیران کشور از ایران میرانیم یا اینکه به کشتن میدین یا خانه نشین میکنین، خوب بهتر از این نخواهد شد؟ کشور ایران با یه مشکلات عدیده روبروست، به مشکلات عدیده اینه که شما مدیر نداریم در کشور. شما هر کسی رو شما نگاه بکنین در این نظام جمهوری اسلامی، جز چند نفرش که تحصیل کرده هستن مثل آقای طیب نیا و نمیدونم آقای ظریف اینها، بقیه شما اکثر این داخل کشور شما نگاه میکنید توی این نظام از آدم های بی سواد و فوکوس کردن روی مسائل بله ولی من یه توضیح بدم، تحصیل کردن با مدیریت دو تا چیز ممکن لازم هست، ولی بله بفرمایید، یعنی ممکن کسی تحصیل کرده باشه اما مدیر خوبی نباشه. بفرمایید. مورد من اینه که جناب چلنگی، وقتی میگم مدیریت و تحصیلات مدیریتی، یعنی که شما کورس هایی رو میرین دوره میبینین به خاطر همون کاری که در عشق میخواین کار بکنین. فرض بکنین به طور مثال، بنده از خودم مثال میذارم که باعث شک و شک کسی دیگری نشه، وقتی بنده رو به عنوان یک سمدی انتخاب میکنم، برای من کورس هایی میذارن در اون چارچوب، بنده میرم تحصیلاتی میکنم در مورد شهرداری، در مورد استانداری، در مورد مدرسه، در مورد هر چیز دیگری، و در اون رابطه میرم کار میکنم به خاطر اینکه چیزایی رو یاد گرفتم از استادان خودم، کسایی که تجربه کاری دارن. ایران متاسفانه این چیزی نیست. ایران خوب، حالا میگن مثلا طرف اقتصاد خونده، حالا این اقتصاد چی باشه، رشتهش چی باشه، رشته هزار تا رشته داره و میرن در اون رشته، طرف میره مثلا یه مرتبه رئیس بانک مرکزی میشه، میارن رئیس بانک مرکزی، یا مثلا طرف سپاهی بوده به خاطر اینکه نماز میخونده، به خاطر اینکه نمیدونم چاپلوسی آقا رو زیاد میکرده، برمیدارن میارن وزیر نفت میکنن. مشکل اساسی ما مشکل مدیریت در ایران. شما وقتی مشکل مدیریت دارین، کشور به اینجا میرسه. مسلمه هم شما در نظام گذشته که میبینید تمام چیزهایی که درست شده بود بر اساس و پایه درست شده بود، سطحایی که میزدن، نمیدونم کوپایی هایی که بودن، حتی درختهایی که میکاشتن بر اساس همین چیزها بود. این آقایون بدون هیچ پشتکاره و هیچ نمیدونم دانشی میان یه مرتبه درخت های تمام خیابونا رو میزنن. خب شما از اینجا میتونید متوجه بشین که اینا مدیریت کاری رو بلد نیستن. یه خانم معصومه ابتکار، خانم معصومه ابتکار کجای دنیا رفتن در مورد محیط زیست کار کردن، در محیط زیست دانش پیدا کردن که بیان اون محیط زیست رو در داخل کشور ایران یا در داخل اهواز یا در هر جای دیگه بخوان اونو مستقر بکنن. متاسفانه اینجوری نیست. فقط به خاطر اینکه اسلامی هستن، فقط به خاطر اینکه نظام قبول دارن، بر اساس اون وزارت قبول میکنن یا وزارت به اینا میدن. راه حل چیه برای مردم خوزستان؟ هوای سالم داشته باشن دیگه، از این ساده تر نیازی نیست. هوایی که خداوند به اعتقادات مذهبی خود گردانندگان حکومت ایران، نعمتی رو که خداوند بر مردم ارزانی کرده، مفت و مجانی و حیاتی است، عمل کرده یک حکومت باعث میشه آلوده بشه و نتونن استفاده کنن. آیا این کفران نعمت نیست؟ حتی به اعتقادات تبلیغ شده حکومتی ایران. بفرمایید. جناب چلنگی درسته، وقتی شما صحبت های آقای روحانی رو میشنوین میگن که ما اقتصاد ما رونق پیدا کرده، نمیدونم پتروشیمی ما فلان قد فروخته، ولی به چه قیمتی؟ اون دیگه نمیگه که با آلودگی هوا، نمیگه که مردم سم در آسمان ول کرده و مردم هزاران نفر در بیمارستان ها به سر بره، اینا رو نمیگه. البته ایناش هم که پروپاگاند به دروغ و واقعیت نداره، به خاطر اینکه تمام اقتصاددان ها این اومدن نقد کردن و گفتن که درست نیست. ببینین، گفتم مسئله مدیریتی جناب چالنگی، وقتی که شما پتروشیمی در ایران تولید میکنی و نداری از فیلترهایی که استفاده بکنی و فیلتر درست استفاده بکنی که بتونی اون پرودکت خودتو درست در بیاری، خب اینجوری میشه. در هوا شن و خاک و گرد و خاک در هوا هستش و مردم واقعا نمیتونن نفس بکشن. خودتون هم گفتین، منم اول برنامه گفتم که مردم نمیتونن، بابا حق نفس کشیدن حق اولیه، حق ماست.
خب اینا ما حق دارن اینا. خب باید مردم واقعا اعتراض بکنن، باید مردم سر کار نرن، باید مردم احتساب بکنن. من فکر میکنم تنها راش اینه که مردم سر کار نرن و بگن آقا واقعا باید این همه بمیرن بعد برن سر کار، چجوریه من نمیدونم. واقعا مردم نباید برن، باید احتساب بکنن تا اینکه دولت یه کار اساسی بکنه. کسی که مسئولیت داره یه کار اساسی بکنه، بره تو این کارخونه ها رو نگاه بکنه، ببینه مشکل در کجاست. به خاطر اینکه اینجوری که نمیشه که، چون مردم اینا کم کم داره مردم از دست میرن. شما نگاه بکنید، چیز سنی اومده پایین، مرگ و میر تو ایران اومده پایین، 40-45-50. خب این میشه دیگه. متاسفم. سپاسگزار هستیم آقای فرد صابری، با سپاس از شما. امیدواریم روزی روزگاری نچندان دور و دیر مردم صاحب زندگی شایسته خودشون باشن، هوای اهواز خوزستان هوای صاف باشه. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری کوهساران دنا دراگ و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.